I'm going to move that. خان بابا بگویید لباس های مرا بیاورند. از ساحه مهابانو سر میرسد. کاش همانجا مانده بودید والا حضرت. آن قائله دیگر خوابید. اکنون باید به فکر پیشواز از نوعروس خود باشیم. همین فردا وصلت میکنیم و از این خراب شده میرویم. شما درشکه فرستادید دروازه قزوین؟ بله والا حضرت. برای تشریف فرمایی مهابانو به اندرونی درشکه فرستادیم به مسیر کاروان. عاشقانه یکی آغاز سفر بها دیگری باید سفر. چی شده بالا حضرت؟ برو بیرون. بله بیرون. بله جادو ببرنگمو بردن ببرنگ جان
بدی بیرون. اوضاعی شده این حرم خانه، زنان در شکستن طلسم زیاده روی کردن، همه جا شده دود و بو، خفه شدیم. علازت علازت مهابانو تشریف فرما شدن. بفرمایید. عجب بد موقع هم تشریف بودن. می رویم استقبال. قضا این همه دود ندارد، چه خبره اینجا؟ دوباره کودتا شده؟ سلام والا حضرت. ما که همیشه تسلیم هستیم، دیگه نیازی به این توپ و تشر نیست. نکنه این آتشبازی ها رو برای استقبال و خوشامدگویی از شما به راه انداختن؟ خیر، اجنه حمله کردن. اجنه که خیلی وقت به حرم خانه ما نفوذ کرده، مهابانو. بیا، اینها دست خط اجنه است. وقتی شما سفر می روی و درست شبی که از سفر برمی گردی، تب عاشقانه اجنه گل می کند و برایتان دست خط می فرستد. متوجه فرمایشات شما نمی شوم. ولی من به زودی متوجه خواهم شد و کسی را که به حرم خانه ما نفوذ پیدا کرده به توپ می بندم. شما هم در امان نیستی مها خانم. والا حضرت، مها جان تشریف آوردین؟ چرا من نفهمیدم؟ خوش آمدید، خوش آمدید، زیارتتان قبول بشه. دلتنگتان بودم زینتان ملوک. خدا لعنتشون کنه، چه برمی کرده. من برگشته بابا. الان درد شما ماست؟ یک کتکی که خوردی؟ این درد درد نیست، درد دوریه که درده. بله، ظاهرتون برگشتم. نکو عزیز دلم، بلور بر میگرده، خودم پیداش میکنم. بلور بر میگرده ولی ببرنگ من دیگه بر نمیگرده. ببرنگ منو کشتن. بوره بابای زن شاه و وزیر شاه و خودشا که حتی به گربه هم رم ندارن.
ترس آدم رو ترسناک میکنه ماهی جان. گربه کشی رسم این حرم خانه است. زمانی از حسادت ببری خانو کشتن چون ناصرالدین شاه بیشتر به گربهش نظر داشت. حالا از حماقت ببرک خان آویزون میکنن. ولی تو مجبوری که قوی باشی. رومون سیاه مهاجرم، نمیدونم این چیه که دود کردن که هر کسی یه طرف بیهوش افتاده، منم که دارم از سردرد میمیرم. شما برگرد به اتاقت. چشم. شما خسته ای، اتاقتون آماده است. زینت بلور کجاست؟ این هم به خدمت گل بابا، عزیز بابا، گیتی افروز بابا. میدانید برای شما چه آوردم؟ یک زیرگلویی از جنس طلا. چقدر قشنگ است. بله، برازنده شماست. والا حضرت، مهابانو قصد دیدار شما رو دارن. ما چنین قصدی نداریم. ولی شما چشمتون به در بود تا ایشون برگردن. بله، ولی اگر اکنون تشریف بیاورن غضب میکنیم، بعد هم غضب میکنیم. غضب دیشب شما جواب داد. بگذارین بیاین، بغض کنن، ناز کنن، حرفشون رو بزنن برن. بسیار خوب، با اکراه میپذیریم. شما یک درشکه هماهنگ کنید تا گیتی افروز را برگردانن امارت مهین بانی. چشم. بفرمایید. سلام والا حضرت. پوزش من را بپذیرید که سرزاد خدمتتان رسیدم. بفرمایید بنشینید. نه، وقت نشستن نیست. پس من شما رو تنها میذارم. نه، شما هم باشید. والا حضرت، آمدم خدمتتان عرض کنم. دیروز 3 ساعت مانده به ظهر یکی از خدمه ها ناپدید شده به نام بلور. به نظمی هم خبر داده ایم اما ثمری نداشت. از شما تقاضا دارم تا پیگیر شوید. از دلواپسی خواب ندارم. خان بابا، بله، محبت کنید و شخصا از طرف والا حضرت با نظمی تماس بگیرید و پیگیر شوید. چشم. چه بزرگ شدی خانم من. به مادر سلام برسانید. چشم. مزاحم این اوقات شیرین شما نمیشوم والا حضرت. با اجازه. اسمت و سلطنه آدم فرستاده بروم بالین پسرش. جن زده شده. طبیب آوردن دفاقه نکرده. میروم زود بر میگردم. باید بیایم ببینم بلوای دیشب اندرونی قاجار به کجا رسید. خبرها در راه است. خبرها. شوهر این زن امسال وکیل مردم شده در مجلس. گاهی با مخالفینه، گاهی موافقی. یه تفتیش بکن ببین اهل تطمیعه یا تهدید، تا بدونیم به وقتش چطور با این آدم طرف بشیم برای مسببه انقراض قاجارها. راپورت‌های تو از رجال‌های سیاسی و صاحب منصبان دولتی همیشه کارگشا بوده. اینقدر من رو راپورتچی خود نکن. از من مشت بگیر که چگونه برای قلع و قمع سلطنت قاجار قیامت بپا کنی. دیشب با شفیق در شهر قیامت به راه انداختن. خبر رسیده که ولیعهد از ترس در پستوهای کاخ پنهان شده. قمر چه شد؟
پیدایش کردید؟ شهر را به هم می‌ریزید آن وقت در برابر این پیرزن عاجزید این از جربوزه شما؟ سرگرد بفهم تپانچه ما بدون قمر هیچ تیری ندارد. امروز بیندازمش تو تله، خیالت جمع. سر من و شفیق به اجبار گرمه بازی سیاست شد. زمان ولی عهد اگر با این دختر وصلت کند تسخیرش از محالات است. وصلت نمی کنه، بلواهای دیشب دلشو لرزونده. آدم با دل لرزون که زن نمیزیره. رجال قاجار حتی در آتش جهنم هم از دو چیز نمیگذرند. اول شکار، دوم زن. حالا که این دختر رسیده نمیخوای باش رو به رو بشی، شاید با چند تا توپ و تچر تطمیع بشه. احمد شاه با توپ و تچر کلاه از سر برداشت گذاشت سر سردار سپه؟ من به این سلطان علاف پیغون دادم، وعده ی پول و جیره مواجب مادام العمر قبول نمی کنیم، استعفا نمیده. سلطانی که جلو پلاس جمع کرده رفته فرنگ قبول نمی کنند. چگونه دختری که حتی نگذاشته یه ورق از کتب دربار به سرقت برود قبول می کند ها؟ کاش تطمیع می شد مثل اکثر نماینده های مردم در مجلس. کسی دو دستی قدرت را به کسی نمیدهد. زمان باید طبق تعالیم دایین پیش برویم. قمر را در بند کن. همین امروز با قمر میریم دربار قاجار، پیداش میکنم. منتظریم ببینیم چقدر عرضه دارید. کمی درایت به خرج دهید سرگرد. تا کی میخواهید به نبوغ ما تکیه کنید؟ تا کی؟ همین امروز عرضم رو باید نشون میدم بیتاج. کسی نفهمید اومدی اینجا؟ نه من چند جا میرم میچرخم بعد میبینم کسی پیم نیست میام این سو. کاروان کربلا نرسید؟ کاروان کربلا؟ نمیدونم ننه، باید برم از کاروان سرا بپرسم. اگه رسیده شب رسیده. به کسی چیزی نمیگی ها؟ نه نمیگم. نه بیا برو به کارت برس. بخور چیزی از گلون پایین نمیره. ببین کاروان کربلا رسید، میری اندرونی قصر پیش امین خلوت. بهش میگی به زینت الملوک بگو ماها که رسید برش دار بیارش اینجا. باشه ننه باشه. حالا بخور. نه هیچی از گلون پایین نمیره. بخور دیگه ننه. بخور. من خوردم ننه. من اونا ازت چی میخوان؟ تاجی؟ اسم پسرش چی بود؟ آقای عزت جیز. Thank you.
مرد دیگه داره چیکار میکنی؟ برام اعلان میچسبونم، اعلان کار. اعلان میچسبونم. نامه چیه پخش میکنی؟ مرد دیگه. شبنامه نیست آقا. شبنامه پخش میکنی؟ من نیست به خدا آقا. آقا به خدا کی برای من نیست؟ آقا برای من نیست. آقا برای من نیست. آقا برای من برام خدمتشون نمیشه. اینجا هر کی وظایفی من تازه اومدم بده من انجامش بدم. میوه چرا نیاوردی؟ بچه‌ها دارم میان. خواهش میکنم من کارامو کردم. من میوه خوشم نمیاد. تو میوه بیار من اینا رو میبرم. باشه بیا. دست درد نکنه. خب دستمالم بگی دیگه. از دست تو. تلسمات عالیه داره. دورت و تاج داره. دورت و تاج محبت را جذب می‌کند. هر چه هست در اتفاق مهاست.
هرچه یافتی با ارزش و بی‌ارزش برای من بیاور. من وردی خواهم خواهم. اندرونی را تلس باید تا تو بتوانی به اتاق مهنا برد. اسلام جان. جانم بابا. من کارم دیگه تمامه. قاب ساعت رو تمیز کردم. تو هم کار تمام شد بیا صاف خونه. اگه اجازه بدین تا شب اینجا بمونم. شب؟ من که نمیتونم پا بذارم تو حرم خونه. ولی خاطر جمع هستم. من ها دلش واسه شمس‌الامه رو تنگ میشه. حتما یه سر میاد اینجا. اینجا قصر پسر؟ ساعت چی برات مجوز گرفته که فقط روزا بیای ساعت رو کوک کنی و به قلتک ها روغن بزنی؟ اجازه نداری شب تو این امارت بمونی. پایین این امارت اداره امنیه است. بابا جان اونو حل کردم. با نگهبان رفیق شدم. کاریم نداره. من به خاطر دیدن مهو جواز گرفتم. پس این حکمت نبود که وقتی ساعت چی شاگرد میخواست و فلفور شدی شاگردش. میخواستی با خیال آسوده به شمس العماره رفت آمد کنی. از بخت خوبتم ساعت چی ناخوش شده و اینجا شده قرق شما برای دیدن یار. تو برای تعمیر دل آمدی نه برای تعمیر ساعت. اگه من خانم اهل سیاحت بود شک نکنید گاریچی میشدم. اگه همیشه به باغ میرفت باغبون میشدم. اگه مثل ما بقیه زنان به فکر خرید البسه بود از دوز میشدم. ولی حالا دلخوشی من همین گوشه دنج شمس العماره است. از شاید ساعت چی شدم؟ شاید برای دیدن کتابا به صحاف خونه بیاد. مها اونجا با نوکر کلفت میاد. اما بیاد شمس العماره تنها میاد. من دستخط من نخونده. اگه اومد اونجا اشاره کنی من اینجا. نه بلور برگشته نه دستخط تو رو دیگه. کوه بیستونه تو هم شد شمس العماره. بمون بسرم بمون. خدا هیچ گناهی نکردم. من هیچ کاری نکردم آقا. این کاغذ حکم مرگ شماست آقا. گچ گرفتن و به توپ بستن مجرمین بعد مشروط ملغا شده آقا. ولی جرم شما اونقدر بالاست که مجبوریم سر تا پای شما رو گچ بگیریم. بزار خدا تا بگی این شب نامه رو از کدوم یاغی گرفتیم.
جرمت سیاسیه. سیاسی آقا؟ من به خدا از سیاست هیچ سر در نمیارم آقا. من اصلا نمیدونم سیاست. اگر از سیاست چیزی نمیدونی حتما میدونی مادرت کجاست. ننه قمر رو کجا مخفی کرد؟ ننه زودتر بگو و خلاص شو. دوست ندارم با آزار دادن تو ارزمو نشون بدم. نمیدونم کجاست. خونه هم نبود. نکنید. بگو بخونم کاری نکردم. بگو نمیگم. نمیدونم خوربان. اصلا نمیدونم که بگم خوربان. نمیدونم. آروم باش. آروم باش. آروم باش. آروم باش. آروم باش. آروم باش. تو گشت دفنش کنی. چشم قربان. سکون آقا. گشت بگیر. سری. گشت بگیر. سکون. بیا بالا. سکون. چشمت. سری. اوی هیلشم بیا بسر. بیا بالا. بیا بالا. آفرین. در این اثنا اقلیت مجلس نماینده اکثریت مردم گشته و اکثریت مجلس نماینده اقلیت حاکمه شده. ابوظبی عزت، عموظبی عزت، عزتو گرفتن، میخوام بکشنش. عزت؟ بهش بهتون بستن، ازش شبنامه گرفتن، همون شبنامه هایی که شما برای شاگرد آقای مدرس تحلیل میکنید، از کیسه اون کشیدن بیرون. شبنامه های ما، عزت که اهل این کارها نبود. نطقای آقای مدرس با چند تا شبنامه تند و تیز دیگه از کیسه اون کشیدن بیرون، براش کردن مدرک جرم. مگه خوندن نطق نماینده مجلسم جرمه؟ همین خود شما همین الان موجب بالفطری. جریده های مخالف رو تعطیل کردن، به صورت نماینده مجلس سیلی میزنن، شبنامه هم جزا پیدا کرد. اصلاً کجاست؟ باید بهش خبر بدم. اصلاً کجاست امو؟ خدایا بدار هنو جون داری؟ هنو جون داره؟ آقا گچام داره سفیشه، چه کاکی به سر اون بریزی؟ عزت جیز بگو ببینم قمره تو کدوم سوراخی قایم کردی تا جیز جیزه دا کرده؟ بگو دیگه، اگه نگی این گچه ها همینجوری میاد با لا دا ف نظره. رحم کنید. رحم کردم بگو. حالا میگم. بگو دیگه. نمیدونم. آخ نمیدونم. عزت جیز انقدر خرم مالی کردی خرجون شدی، واسه همین گچت گرفتیم دیگه. عزت اگه نگی این گچه ها خوش میشه، اون وقت هر خرجونی جونش رو نداره، آجونش بالا میاد. ده بگو دیگه تا جونت بالا نیمده. آب انار میخواد تفله. آب انبار؟ بودم آب انبار. آب میخواد. آب میخواد.
تشنم آقا. تشنم آقا. تشنم. من تو رو مقر میارم. آقا تشنم. این آدم به شو نیست تا فرد سرش گچ بگیری بره بالا. نه برو خدا. آره نه 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 چی سوزنی کشه؟ نه 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 عجله کن باید بری. عزت داره تاوان جزای ما رو میده. سر یه بیگناه داره میره بالای دار. نباید بذاریم کشته بشه. رهاش کردن توی بیابون. پس مها چی؟ ارسلان. بله. اگه مها بانو همین الان بیاد و تو بهش بگی یه نفر رو دارن تو بیابون میکشن و من اینجا موندم که بهت کوزه عسل رو بدم، بهت چی میگه؟ خب جون مها هم در خطره. ولی جون عزت داره از دست میره. صدای جغد میاد مهام.